تو کیستی؟ از جنس چیستی؟ چکیده هایی از زندگی من، پاره پنجم. پسرعمه مادرم خانه ای داشت بر تپه سرسبز و بلند در ده اوره دماوند. چند تابستان من، مادر بزرگ، مادرم، دایی فرهاد و پدر بزرگ دو سه هفته ای در این ساختمان ساده و بی پیرایه بار سفر بر زمین نهادیم. با خودرو تا جایی که می شد می رفتیم و سپس نیم ساعتی با اسب باید ادامه می دادیم. بر بالای این تپه که پشت به کوهی بلند داشت، نهر آبی خوشگوار و خنک روان بود که از آن می آشامیدیم و هم بامدادان من و پدر بزرگ در آن دست و روی می شستیم. بر پایه روش همیشگی مادر بزرگ از خروزخان سماور روسی سکه‌دار افروخته و در آن خنک‌های بامدادان دماوند نان شیرمال گرم در سفره نهاده بود. روزها در استخری که آب از جوی می‌گرفت شنا می‌کردیم. بزرگترها هوای من 7 ساله را داشتند، گرچه هیچ کدام همچون من نمی‌توانستند زیر آبی بروند. نیم روز هم که می‌رسید سفره بر زمین زیر درخت بید مجنون گسترده می‌کردند و شناگران گرسنه و تشنه از بوی لوبیا پلوی عمه خانم و قیمه پلوی مادر بزرگ روی گلیم پخش می‌شدند. پس از نهار هنگام خواب پس از نیم روز بزرگترها می‌رسید. در زیر رواندازهای ابریشم می‌آرمیدند، با باد بزنهای حسیری بر چهره به خواب می شدند و ما کوچکترها نخستین خورخور دیگران را که می شنیدیم به گشت و گذار در کوه و کمر راه می افتادیم. من چوب دستی و تیر کمان به دست همراه بچه های خانواده از کوه بالا می رفتم و کوششم این بود که از آنها که بزرگتر بودند پس نمانم. دلگرمی من هم در این کوه نوردی دخترک زیبا و شیرینی بود، همسال خودم که در کوچه باغ بالاتر خانه داشتند. او تنها کسی بود که می توانست مرا وادار کند که چوب دستی در لانه مار فرو ببرم و از درختان بلند گردو بالا بروم. خورشید که می رفت از هر گوش و کنار دماوند گروه گروه مردم به جایی که آن را سر خرمن می‌خواندند گرد هم می‌آمدند و با نوای آکاردئون که همیشه نوازنده‌ای برایش بود به رقص و پایکوبی و آواز شبی را سر می‌کردند. مادرم که آوایی خوش داشت در آن دشت آواز سر می‌داد و گروهی را گرد می‌آورد. یک بار هم بهرام سیر که آهنگ دریابی انتهاست را در رادیو خوانده بود به این گروه پیوست. بوی بلال بیداد میکرد و فالهای گردو بر سینی فروشنده ما بچه ها را اغوا میکرد. هوا که تاریک میشد ده ها چراغ زنبوری تلمبه میخوردند و من و پدر بزرگ چراغ قوه در دست راهنمایان خانواده میشدیم. سر خرمن دشت پهناوری بود که چون گندم هایش را میکوبیدند گردشگاه دماوندیان میشد. پسرعمه مادرم زنبور عسل پرورش میداد و ما هرگاه از این سفر تابستانی به شهر باز میگشتیم چند کیلو عسل به بارمان اضافه گشته بود. عمه خانم هم که لواشک درست میکرد چند کیسه از آنها را همراه ما میداد. ما اگرچه بیشتر تابستانها را در اوشان به سر میبردیم ولی این ماندن در دماوند هم بسیار دلنشین بود. پدر بزرگ می گفت دماوند یعنی جایی که در آن گرما زندانی است. دما به اضافه وند و این نمایانگر قله سر به آسمان کشیدهش می باشد که کوهی آتش فشانی است اگرچه اینک خاموش مانده. بالاتر از ده اوره نیز جایی بود که آن را چشمه اعلا می خواندند.
تالابی سنگی در زیر سایه درختان داشت که با آبی که از زیر سنگهای کوه بیرون میزد پر میشد. آبی همچون عشق چشم زلال. میگفتن نوشیدن این آب چاره بسیاری از بیماری هاست. تابستان که به پایانش نزدیک میشد همیشه اندوهی بزرگ در دلم خانه میکرد. اندیشه آن که باید دو روز دیگر باز به دبستان و درس های کم و بیش دلگیر کننده بازگردم دلم را میفشرد. باز باید دلبستگی های تابستانی را به درود میگفتم و دل بدان خوش میساختم که من و او روزی با قلم تراش پدر بزرگ نام های خود را بر درخت بید نوپایی کنده بودیم. اینک شاید آن دو نام بر تنه درختی تناور هنوز گویای شبان مهتاب باشد و آوای آکاردون که آهنگ کمپارسیتا را می نواخت. باز هم خواهم گفت من کیستم، از جنس چیستم، اهل شادی یا آن که در از عشق گرمم، یا که دل سر اهل آبم، یا آن که خاک از زمینم، یا از افلاک.